سلام و درود ما رو بپذیرید بینندگان گرامی و مخلصان ورزش. این نوبت هم ما در استاندارکرون برنامه آماده ایم تا جالب ترین خبر و گزارش ها رو از شبکه بهارستان منظورتان نماییم. در استودیو علی جان تالبکوف. کنفدراسیونی فوتبال آسیو صحنه‌های نوی برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال آسیو اینچنین قهرمانی باشگاهی فوتبال قاره را در سال 2020 تصدیق کرد. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیو 2020 که میبایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشخابات ترکمنستان برگزار میشد با علت خروج کرونا ویروس در جهان به روزهای 5 و 16 آگوست گذرانده شد. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتبال آسیو 2020 باشد روزهای 2 و 13 دکبر در امارات متحده عرب برپا میگردد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی آسیو 2020 در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتبال آسیو در اشخابات 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر در لیتوا دایر می‌گردد مشرف می‌شوند. مسابقه کشوده اوید به تنیس برای جام پایتخت که چند قبل دایر گشت به سود ورزشگران دوشنبه انجام پذیرفت. اکنون در آینده نزدیک تنیس بازان را مسابقه های سطح جمهوری و بین المللی داشته منتظر است. موضوع همکارمون ادامه می دهد. اصلا مسابقه تنیس بین نورسانی 10، 13 و 14، 17 ساله در قصر تنیس دایر گردیده بود. در سبقت بجز تنیس بازان نورس از شهر دوشنبه، اینچنین دسته از منطقه های مختلفی کشور ما شرکت ورزیدند. سبقت مذکور مرحله ها رو در بر گرفت. انیقترش در مرحله اول شهری و ولایتی بهترین ها به حق شرکت در دور نهایی رو پیدا کردند. در مسابقه قبلی شاگردان مربی دلیر قربانوف اشتراک کردند. شاگردان ما زیاده از 20 نفر هستند و می خواهم که شاگردان ما همشون پرچم بردار ملت باشند و همین مسابقه هایی که برگزار می گردد داخلی از همین سر می شود که بعد در دیگر مسابقه ها برآمد کنیم، در دیگر دولت ها پرچم عزیزمان را برداریم. با اقرار مربی دلیر قربانوف هدف مسابقه بیشتر ترغیب و تشویق تنیس، تکمیل دادن درجه تخصصی ورزشگران، هرچی بیشتر سفر برنمایی آنها بیرون از مرز وطن و رواج دادن دوستی و رفاقت بین نورسان محسوب یافت. در بین تنیس باز دختران تا 17 ساله نماینده از شهر کلوب دیانا ایوانیخینا اولین شده شهری پیروزی را چشید. این حال دیانا هموشوی تعلیمی و تمرینی رو در شهر دوشنبه میگذروند. بجز سبقت گذشته وی برها در مسابقه های خرد و کلان فعالانه شرکت ورزیده است. مقصد دارد که در آینده بیشتر شرف تنیسی تاجیک رو در مسابقه های برون مرزی حمایه کند. من در بسیار مسابقه اشتراک کردگیم، هم در تاجیکستان هم از تاجیکستان بیرون. از تاجیکستان بیرون ما مالزی رفته بودیم و ما در اونجا جای سیم رو اشغال نمودم. در جمهوری تاجیکستان من هم بسیار مسابقه اشتراک کردگیم و جای های اول رو اشغال نمودگیم و مربیم در اینجا محیدینف عبدالرسول باشد که ما رو دستگیری میکند، معاش میدید، یاردم میکند. طبق معلومات مسابقه قبلی برای ورزشگران مرحله آمادگی به سبقت های مینبعد محسوب یافت. انتظاری می رود که امسال هم تشکیل مسابقه انعنوی بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نظر است. سال گذشته اکثریت زینه های افتخاری نصیب تنیس بازان تاجیک گشته بود. ما در آینده می خواهیم بسیار مشق کنیم و پرچم دولت عزیزمون را بلند برداریم. در واقع مشق و تمرین ها برای ورزشگر مرحله آمادگی به حساب می رود. مسابقه باشد امتحان است. از اینجاست که مربی تنها در سبقه تا کدام اندازه تیار بودن شاگرد رو درک می کند. در مسابقه انعنوی بین المللی تنیس باز دختران تاجیک خوب بازی کردند. از همه بهترین ایوانیخینا دیانا است. او خیلی دختره که با تجربه ورزشگر با تجربه می باشد. اون دخترک تیاری با مسابقه دیده ایستاده است و خیلی با قوت است و ما از او باوری کامل داریم. اصلا بگیریم بازی تنیس در نظر خیلی آسان می نماید، ولی این طور نبوده از ورزشگر محنت زیاد رو تقاضا دارد. از اینجاست که تنیس تاکتیکا و تکنیکای مخصوص رو طلب می کند. تنیس که ورزش ایندیویدوالی است، برای تیار و آماده کردن ورزشگر لیاقتمند
زحمتی به اندازه رو تقاضو دارد. از زیر دانستن سبک و اصول های خاصی تنیس بسنده نبوده، بلکه از خودنمایی کارهای نظریوی، گذراندن مشغولات های تعلیمی و تمرینی بیرون از مرز وطن شرط و ضرور است. تقریبا دو سه ساعت یعنی مشق میکنم و صف دختران هم در این نوع ورزش به نهایت کلان است و من شاد هستم که یعنی صف دختران هم یعنی بیشتر شوند، اما با بیشتری از شخصان یعنی خیال میکنند که این نوع ورزش تنها با پسران و با پسران یعنی توصیه داده می شود، نه یعنی دختران هم میتوانند با این نوع ورزش یعنی سرکار کنند و برای سلامتی آنها به نهایت یعنی فایده آور میباشند. باید گفت که این نمودی المپیک ورزش در تاجیکستان در حال رشد است و خواهشمندان بازی تنیس سال تا سال زیاد می شوند. ضمناً حالا در کوچه کرموفی شهر دوشنبه مجمع اونیورسالی ورزشی بنیاد می یابد که دارای تالارها و میدانهای گوناگون ورزشی می باشد. از جمله 7 میدان آموزشی تنیس هر یک 150 جای نشست و قصر تنیس 3000 جای نشست دارند. میدان و میدانچه های تنیس هم برای آموزش این نمودی المپیک با خواهشمندان و هم برای مسابقه های محلی و بین المللی پیش بینی شدند. عین حال دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ریتینگ و رده‌بندی جهانی در بین 115 کشور با 918 امتیاز در جایگاه 63 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتبال آسیا مقام 13 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول قرار دارد، ژاپن دوم و ازبکستان سوم میباشند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، ارمنستان، لیتوا و استونیا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان جایگیر شده است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتبال برزیل با 1810 امتیاز جای اول را کسب نموده است. اسپانیا با 1801 امتیاز در زینه دوم و آرژانتینا با 1694 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. با ده گونه اول اینچنین روسیه، پرتغالیا، ایران، قزاقستان، ایتالیا، پاراگوای و خرواتیا داخلند. تشکیل هر گونه بازی های شبقوار یک سمتوی جلب کودکان و نورسان به تربیه جسمانی و ورزش است. از اینجاست که تربیه جسمانی و ورزش به مستحکم کردن سلامتی، تشکیل قابلیت حرکت کنی شخص، انکشاف جسمانی گرمونیکی نگاروینده شده است. گزاروندن بازی های ورزشی برای آب و تاب دادن بدن، سالمی جسم به غایت مفید است. هنوز از زمان قدیم نسبت به تربیه کودکان به آب و تاب هم جسمی هم روحی، علل خصوص تربیه حسی وطن دوستی آنها اعتبار جدی می دادند. از این لحاظ سمت اساسی مؤسسه های تحصیلات عمومی به زندگی، مهنت و حمایه وطن آماده نمودن جوانان است. در عملی نمودن این تدبیرهای والا، گزاروندن مشق‌های ورزشی، بازی‌های گوناگون بسا تأثیر بخشند. چون این اقدام نجیب در تالار ورزشی فدراسیای ملی تگواندو و کیک بوکسینگ جمهوری پیش گرفته شد. انیخترش با تشبس مربی مهرانگیز علیه و بازی‌های شوق‌آور بین دستپروران خیش گزارونده شد. از روزی که ما استقلالیت را به دست آوردیم و شرایط ها برای دختران نیز مهیا گردیدند و همه دختران امکانیت مشق کردن و مشق ورزی را دارند و نگفته نمونیم که مخصوصا در همین نمودی ورزش علاقه یک چند نفر دختران هستند که در عرصه بین المللی جایهای نمایان را اشغال نمودند تا حتی جای یکم نیز اشغال کردند. طلبات طبیعی ارگانیسم رو به انکشاف نسبت به حرکت فعالانه در یک شبانه روز نه کم از 2 ساعت رو تشکیل می دهد. در سینی تا مکتبی کودکان این طلبات رو هنگامی بازی در باغچه، در کوچه با همسالانشون قانه می گردونند. وقتی که کودک به مکتب فرو گرفته می شود، در آنجا 80-90% وقت در پسی پرته می گذارد و او از نورسایی حرکت جسمانی عذاب می کشند. با این خاطر مربی جوان مهرانگیز علیه و چونین چورابینی رو پیوسته تشکیل می نموید که
که برای این دو سرویکون یک وسیله فراغت است. بنابر گفته مربی جوان فدراسیون ملی تکواندو و کیک بوکسینگ بهرنگز علیева این گونه بازی های جالب خصوصیات های خود را داشته با بازی های مملکت های خارجه شباهت دارد و در شرایط کنونی دایر نمودن آن عین مدعا است. من در اینجا 6 ماه مشق میکنم، 4 تا مدال دارم، 2 تا یکمجا، 2 تا دویمجا. در این گونه بازی های شقاور اشتراکچیان با گروه ها جدا کرده شد. شرط اولی بازی از دویدن عبارت بود که آن را در حیات دستوی اجرا نمودند. در این مسابقه تربیت گیرندگان فدراسیون از جهت چست و چالاکی و تیز حرکتی فعال بودند. مربیان فدراسیون برای جالب و شقاور گذرانیدن چورابینی متد و اصول های از بر کرده اش را عملی می سازد تا که شروع شوق خواننده نسبت به ورزش زیاد گردد. نگفته نموند که تشکیل هر گونه بازی های شوقوار یکی از سمت های جلب کودکان و نورسان به تربیه جسمانی و ورزش است. در آینده ما کوشش میکنیم که صفی این چورابینی ها زیاد گردد و تعداد ورزشکاران نیز زیاد شود و همه آن کلان سالان، خرد سالان، نورسان را با تولروی ورزشی دعوت می نمونیم تا اینکه آنها سالم باشند و عموماً سالمی جامعه نیز از ورزش وابسته است. یادآور می شویم که خودی مهرنگز علیева از سال 2013 این جانب مسئولیت مربیگی را به عهده دارد و دورنده کمربندی 30 درجه 4 است. نام برده در کارنامه خیش بارها به موفقیت بلند ورزشی نایل گردیده است. نگفته نماند که در فدراسیون تکواندو ایتف و کیک بوکسینگ جمهوری نسبت به دیگر نوها صف پیروانش از حساب دختران بیشتر است. 4 مدال دارم و میخوام یک تا دیگر گیرم. از اینجاست که تربیت جسمانی و ورزش با مستحکم کردن سلامتی، تشکیل قابلیت حرکت کنی شخص نگرانیده شده است. در شرایط کنونی هم یکی از مسئله های مبرم روز اموی گردونیدن تربیت جسمانی و ورزش به حساب می رود و این چورابینی اولین و آخرین مربی نخواهد بود. باید گفت که امکانات مکتب تنها با درس های تربیت جسمانی محدود نمی شود، بلکه محفل های تربیت جسمانی را نیز فرا می گیرد که آن با تشکیل هر گونه بازی های شوق‌آور عملی می یابد. وظیفه آموزگاران این قوای بزرگ را به مجرای درست و ضروری روانه کردن است. چقدر که درس تربیت جسمانی خوب گذرد، همون اندازه تشکل یابی طرز حیات سالم به میان خواهد آمد. در 3 ماهه اول سال 2020 دست پروران مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام بوگود خلووی ناحیه دوشتیچ از مسابقه های ولایتی و جمهوری همگی 53 مدال به دست آوردند که از آن 12 عدد طلا، 23 نشانی نقره و باقی مانده را جایزه های برنجی تشکیل می دهد. یکی از نوعی رشد یافته مکتب والیبال می باشد. تفصیلات بیشتر در سوژه تهیه نموده امون. در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام بوگود خلوف ناحیه دوشتیچ 11 نوی ورزش فعالیت میکند. با محفل های ورزش 554 نفر اعضا میباشند که از آن 67 از دختران است. بیشتر دختران با والیبال رغبت دارند. از اینجاست که والیبال برابر شغل ورزشگران کسبی بودنش مشغولیت پسندیده ساکنان سیورا میباشد. گرچند امروزه ورزشگران تاجیک از روی این نوع ورزش در مسابقات بانفوذ کمتر شرکت ورزند هم، ولی در تمام گوشه و کنار مملکتمون اخلاصمندان و هواداران زیادش را پیدا کرده است. با نظر داشته این والیبال برای خط بازی های المپی نیز شامل است. یکی از نوی روشیفته مکتب والیبال می باشد. در مکتب بجز دسته دخترانه اینچونین تیم پسرانیز عمل می کند. اصلا این ورزشگر دختران بیشتر در مسابقه های ولایتی نیروسنجی کردند. از این رو در ناحیه ها برای معین کردن بهترین ها مسابقه های بین مکتبی گذرانده می شود. البته مقصد این ورزشگران هم به هیئت منتخبی ولایت شامل شدن است. واقعا تشکیل مسابقه های ورزشی بین مؤسسه و کارخانه های دولتی و مکتب های ورزشی از یک جهت به اموی گردونی تربیت جسمانی مساعدت کرده، از جانب دیگر به تحکیم و تشکل بخشیدن طرز حیات سالم زمینه واقعی فراهم می آورد. با بازی والیبال اخلاصمندان نوبسته از سن و سال امکان دارند شغل بورزند.
برگزاری چنین بازی ها یک واسطه فراغت هم محسوب می یابد. در شرایط کنونی هم تشکیل مسابقه های والیبال میان بانوان وسعت یافت. دلیل این گفته ها می تواند برگزاری چمپیونات تاجیکستان باشد. تولی 3 سال است که دخترای مکتب ورزشی نوحی دیوشتیچ مشق و تمرین میکنند. حاضر دسته نوحی دیوشتیچ دخترا با مسابقه ولایتی آمادگی دیده استادند. والیبال باز دخترانی مکتب ورزشی تیارند تا هنر و استعدادشون رو در بین دیگر دسته های ولایتی سوخت بسنجند. در این زمینه رهبریت مکتب پیوسته تشکیل نمودن مسابقه های مختلف رو پیاده نموده با تشکل یابی طرز حیاتی سالم و تندرستی آنان توجه به اندازه ظاهر می نماید. ولی بازان دخترای نوحی دیوشتیچ از 20 نفر دختران عبارت می باشند. باوری داریم که دسته دخترانه ما در مسابقه که در شهر خوجند برگزار می گردد جای های نمایان را اشغال می نماییم. طبق معلومات رهبریت مکتب ورزشی، تربیت گیرندگان اون در 3 ماهه اول سال 2020 از مسابقه های ولایتی و جمهوری همگی 53 مدال به دست آوردند که از آن 12 عدد طلا، 23 نشان نقره و باقی مانده را جایزه های برنجی تشکیل می دهد. در سال سپری شده باشد از مسابقه های مختلف بین المللی 1 طلا، 2 نقره و 4 جایزه برنجی را به خزینه ورزشی نوحیه آوردند. در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام باگود خلوی نوحیه دیوشتیچ ورزش رقم 1 فوتبال نیز موجود است. کودکان و نورسان مشق و تمرین ها را در میدان سنعی زمانوی می گذرانند. ادامه این موضوع در سوژه نوبتی. در قلمرو تاجیکستان هم فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش به حساب رفته، در میان اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد را کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانات ها را پیاده گردانیده است. از جانب حکومت کشور قبول برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2017-2021 در طرح نو تهیه و تصدیق گردیده است، میتواند در بلند برداشتن مقام فوتبال تاجیک باز هم نقشی موثر گذارد. زیرا در دوره این برنامه مهیا ساختن شرایط برای مشغول شدن به فوتبال با طلبات های بین المللی، مطابق گردانیدن انشاءات های مربوط ساحه، پیدا نمودن استعدادهای نو در بین نورسان و جوانان، گذاشتن زمینه برای رشد فوتبال کسبی و مکمل گردانی فعالیت مربیان و داوران این نمود ورزش در نظر داشته شده است. در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام باگود خلوف نوحیه دیوشتیچ ورزش رقم 1 فوتبال نیز موجود است. این میدان سنی زمانوی با دستگیری صاحبکاران نوحیه ساخته مورد بهره برداری قرار یافته است که برای دستپروران مکتب طریق رایگان راه اندازی کرده شده است. در مکتب یکچند مربیان صاحب تجربه کار و فعالیت میکنند. به این خاطر از مربی وابستگی زیاد دارد. باید با این راه روند تمرین آموزش فوتبال را تشکیل نماید تا کودکان برای همیشگی در فوتبال جلب شوند و بازینگری خوب گردند. آموزش دادن نه تنها فهمانیدن، نشان دادن و مصلحت دادن است. این پیش از همه در روند تمرین داشتن ملکه‌ای که تواند به سخن و به یگان تاکید و مجبورسازی با تربیت نوزگوی این ورزش سبب گردد. در ما کودکان و نورسان لیاقتمند و صاحب استعداد زیادن که میتوان با باوری گفت که آینده درخشان و نامبردار فوتبال کشور خواهند شد. هدف اصلی مکتب ورزشی نوحیه دیوشتیج نیست این تربیه و تشکیل و مهیا کردن شرایط برای رشد هنری کودکان در این سمت است. ما نه با کمانده هم فخر میکنم که ما 5 سال باز مشق میکنیم، 5 سال باز به مسابقه ها میرویم و جای یکم دویم سیم را اشغال کردیم. اولین مسابقه رفتیم و ولایتی رفتیم و جای سیم را اشغال کردیم. هر یک فرد در آینده به خود ایدئال دارد. این فوتبال بازان نیز در دل آرزو و آرمان های زیاده را میپرورند. از این رو هر یکی آنها از زمان مشق ورزی جد و جهد مینمودند که به تعلیمات مربی با دقت گوش اندازند، چون که فردا برای ایشان محض همین مشق و تمرین ها میتواند زمینه را عطا بخشد. در فوتبال خرد هم خوب اداره نمودن توپ، تا
تبرانی و با هر دو پای ضربه قوی زدن اساسی تشکلیابی بازینگر محسوب می‌یابد. از این رو نه فقط گذراندن کارهای عملی بلکه نظریوی نیز شرط و ضرور است. در ناحیه جبار مسابقه برگزار شد، در آنجا اشتراک کرده جای سیمون را اشغال کرده ایم و باز می خواهیم در آینده در مسابقه جمهوری جاهای نمایان را اشغال کنیم. در حقیقت تاکورسی فوتبال کودکان و نورسان است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مقصد رشد دادن فوتبال لیگ فوتبال کودکان و نورسان را تشکیل نمود که همه ساله چمپیونات تاجیکستان برگزار می شود. عین حال دسته فوتبال مکتبی ورزشی ناحیه دوشتیج و مسابقات ناحیوی و ولایتی آمادگی می گیرند. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر گزارش هایی که ما هیئت ایجادی پیشکشتان آمودیم. مطمئنیم که در آینده تربیت جسمانی و ورزش رو سرمشق کار هر روزه خویش میدونید. خیر، شاد و پیروز باشید.